توضیح بدید من چون نماینده مملکت دست اجازه بدید آقای پزشک خیلی مظلومه پزشک مظلومه چون با امثال شما تو جامعه طرف حتما حتما ببینید ما با امثال این طرف شما تحقق اجازه بدید حتما با امثال این طرف شما دارین با پوشش بیمه 90% فقط 10% از جیب میدین شما عمل جراحی قلب رو جیبمون رفته بله اجازه بفرمایید شما الان پرکیس 200 میلیونی نداری دوست عزیز ما هم جامعه شناسی داریم که به علت در واقع کلاهبرداری دور از جون شما الان زندانه اون 200 میلیونی کلاهبرداره پزشکی که پرکیس 200 میلیون میگیره کلاهبرداره نه آره؟ از زمین من اگه یه مستاق از شغل شما نه 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 این مستاق نیست شما سقف پرکیس چنده میخواین در مورد آموزش دو کلمه میام چیزی نه نه سقف پرکیس چنده شما میخواید من سقف درآمد پزشک در بیمارستان دولتی چنده لطفاً اعلام کن آقای دکتر بنده الان به دوربین نگاه میکنم اجازه بفرمایید آقای بنده استاد تمام اجازه بفرمایید استاد تمام دانشگاه با پایه 21 رئیس انجمن بیهوشی کشور معاون سازمان نظام پزشکی شاگرد اول تمام دوران و رتبه برد کشور پرکیس بنده در ماه ها در حداقل 8 ماه از این قبل از این زیر 2.5 میلیون تومان خدا خیرتون بده یعنی شما از کارگر الان درآمدتون کمتر بمیرم الان من سوالم اینه سوالم اینه شما نه یه ادعایی الان دوست داشتی عدد 20 میلیونی بشه روی آنتن اعلام کن شما حقوق چقدره پرکیس سقف پرکیس پزشک در بیمارستان چنده آقای دکتر حسینی من دیگه داشتم وقت بدم اجازه بدید شما دست نگیرید اجازه بدید شما سقف پرکیس پزشک نگفتی شما در نظام دولتی سقف پرکیس پزشک چنده آقای دکتر حسینی چرا این سوال من جواب نمیدید آقای دکتر حسینی سقف پرکیس پزشک چنده آقای دکتر عزیز پزشک در بیمارستان چقدر میتونه پول بگیره خیلی کمتر از هر پزشک میگیره لطفا سقفشو اعلام کن مثلا ما خودمو اعلام کن اعلام کن شما جور پرکیس پزشک رو اعلام کن مغلطه چیزی بلد سقف درآمد پزشک رو اعلام کن سقف درآمد پزشک از خیلی از امثال شما کمتره در این جامعه بله از امثال من کمتر حقوق میگیره دکتر حسین اجازه بدید چرا اعلام نمی‌کنید دو سه تا چرا اعلام نمی‌کنید اعلام کردم شما اعلام کن درآمد سقف پرکیس پزشک چنده آقای دکتر اعلام کن نه خواهش میکنم تشریح داشته باشید وقتی شما با عنوان پزشک منافع میبرید از چی تعداد کم پزشکان چجوری باید با آمارهای من مخالف نباشید اصلا آماری نداره داخل شما عرض میکنم آماری شما یه من عرض میکنم ولی شما چرا نباید مخالف باشید با آمارهای من چرا یک پزشک در روز 120 تا بیمار ویزیت میکنه میدونید با 120 نفر فداکاری میکنه شما باید سقف بذارید با 120 نفر میشه سلام علیک کرد چرا یک پزشک اون پزشکای معروف رو شما میگید نه آقای دکتر رفتاری رو آقای کسی آقای دکتر اصلا رابطه یک پزشک با آقای پزشک چرا یک پزشک در روز 15 تا عمل قلب میکنه در حالی که معروف هم نیست 15 تا موتورسیکلت میشه درمان کرد میشه تعمیر کرد موزت موتورسیکلت میشه درمان کرد مسئله این است شما اگر ورودی ها را کنترل نکنید بازارتون چی؟ از یک دستی در میاد ببینید خیلی دلیل دفاع شما دلیل دفاع شما از بالا نرفتن ورودی های پزشکی به هم خوردن بازارتونه چرا؟ بذارید بهتون بگم بفهم. ما از قرقیزستان از مغولستان از سوریه و کشورهای جنگ زده کمتر پزشک داریم به ازای هر 10,000 نفر در ایران بین 11 تا 16 پزشک داریم به ازای هر 10,000 نفر در سوئد 54 پزشک داریم به ازای هر 10,000 نفر در روسیه 43 پزشک داریم به ازای هر 10,000 نفر در کشور مال 38 تا پزشک داریم در ایران 11 تا پزشک داریم یک پزشک 34 برابر معلم درآمد داره 10 برابر مهندس درآمد داره دلیل عدم ورودی همینه اینجوری نیست اینجوری فیش نیست. بهتون نشون بدم حتما اجازه بفرمایید فیش بهتون نشون بدم پزشک شما 1,800,000 شما مصادیق 800 پرکیس شما در مصادیق ساده اطراف خودتون رو بس میدیم به جامعه مصادیق ساده نظام پزشکی سوئد ساده شما میرین سر کوچه یه دونه مطب شلوغ میبینین میگه همه مطبا شلوغه میگه من یه جایی سخنرانی نفر سوئد 54 پزشک داره آقای بازداده درست گوش ندادید که شما بذار بهتون بگم ایران بهشت پزشک متخصصه نیست و جهنم رزیدنته در... میدونی چرا جهنم رزیدنته؟ به خاطر که پزشک متخصص میده رزیدنت ویزیت میکنه پولش پزشک متخصص میگیره اینجور نیست؟
اینجور نیست تو بیمارستان؟ من اصلا تعجب میکنم. شما کاش تعجب میکنی؟ اطلاعاتی هم با خودتون میآورید. شما مستاقی، شما مستاقی امروز صبح راه افتادین یه دونه مطب دیدین. شما بپرسم مهاجرت میکنن با آمریکا، کدوم بخش از آمریکا الان پزشک از ایران میپذیره؟ اصلا مدرک پزشکی ایران مگه آمریکا میپذیره؟ فراوون مگه کانادا میپذیره؟ بله رفتم، بله رفتم، من مدت‌ها آمریکا بودم. شهری که من رفتم، بله رفتم. در آمریکا مدرک پزشکی ایران اصلا پذیرفته نمیشه. در کانادا شما برید، من پزشک ایرانی دیدم در کانادا داره فروشندگی مغازگی میکنه. چی میگی شما؟ اصلا نمیپذیرن. چرا رفته اگه اینجا وضعش اینقدر بهش؟ به خاطر که اینجا درآمد تولید میکنه، اونجا خرج میکنه عزیزم. تمام نوشتن پزشکای پولدار ایرانی هستن. فکر میکنید من ندیدم؟ بعد چرا فروشندگی میکنه؟ به خاطر که پزشکی بساز بفروشی میکنه عزیزم. من پول از مردم ایران گرفته، اونجا داره بساز بفروشی میکنه. بالاخره فروشندگی میکنه، بساز بفروشی میکنه. اینجا اگه بهش الان بحث سر شغلشه، من واقعا تعجب میکنم. آقای دکتر کجا شما به آمریکا و کانادا مهاجرت داشتی؟ آقای دکتر کجا؟ فراوون مطابق قانون کانادا شما بدید دوباره اونجا امتحان بدید. خب اینکه همه پنج سال کار کنید مگه میپذیرن؟ شما در ایران، شما در ایران درآمد تولید کردی، در آمریکا و کانادا خرج کردی. آقای دکتر حسینی در نورث ونکوور تمام پزشکان ایرانی زندگی میکنن، از ایران پول در میارن اونجا خرج میکنن. فهم کنی 6 ماه ایران 6 ماه کانادا یعنی چی؟ یعنی 6 ماه ایران پول در بیاره 6 ماه کانادا خرج کنه. خدا نکنه تو سیستم درمانی ایران سرطان بگیری، خدا نکنه تو سیستم درمانی ایران سکته بکنی، خدا نکنه. دیگه 80 میلیون به حساب من بریز، دیگه 80 میلیون به حساب من بریز تا عملت کنم. اینجوری نیست، اینجوری نیست. من از مردم عزیزمون میپرسم کی رفتن در مطب پزشکی تا حالا نگفتم پول بریز بعد عملت میکنم؟ اجازه بدین صدای شما پخش بشه. من تشکر میکنم. ولی من نیست. بله ایران، بله. در زمینه مردمی که مریض دارن میفهمن علمی نیست. بلند صحبت کردن آمار غلط رو درست نمی کنید. شما صداتون رو بلند میکنید و با اعتماد به نفس صحبت میکنید و آمارتون رو سر میکنید که درست نیست. نه اعتماد به نفس صحبت نه بالا خیلی اعتماد به نفس خیلی با بلند صحبت کردن شما آمار غلط درست نمیشه. اجازه بدید شما بحث رو ادامه بدیم ما بریم خونه. آقای دکتر حسینی اجازه بدید من شما بحث رو گفتم. من بگید سقف حقوق پزشک چنده؟ فقط ایشون صحبت کنه، فقط ایشون صحبت کنه. حتما آقای دکتر بفرمایید. نه بفرمایید بشینید. صدا اصطلاحات مطرح وقت میدی؟ حالا تعداد پزشک رو زیاد کنم همه مشکلات خواهش میکنم بفهم بشین. بفهم 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 بشین. ببینید من اصلا استدلالم نیست که درمان محوری میانه، من استدلالم این است که درمان داره از مرض مردم پول در میاره و این یه بازار و هرچه مردم بیشتر مریض بشن درآمد بیمارستان افزایش پیدا میکنه. اصلا من یه سوال بپرسم، اگه مردم مریض نشن بیمارستان های ما اداره میشه؟ حقوق میتونن بدن خدا وکیلی؟ اگه ماشین خراب نشه میکانیکات؟ چرا در کشورهای دیگه اینجور نیست؟ چرا در آلمان از مریضی مردم پول در نمیارن؟ از چی پول در میارن؟ از سلامت مردم. اون نظام سلامت یه ساختاری داره بر اساس اون. بله ساختار شما... الان به نفع طبقه سرمایه‌دار پزشکی. یعنی منوی شما... بیمارا رو ما باعث میشیم. نه شما استقبال میکنید و شما و شما تقاضا یعنی القایی تولید میکنید. اگر انحصار وجود نداشت، اگر انحصار وجود نداشت شما تقاضا القایی تولید نمیکردید. اگر انحصار، اگر اندازه، اگر اندازه مغولستان پزشک داشتیم آقای مهدوی آزمایشگاه پزشک نمی نوشت برو از فلان آزمایشگاه برای منشی درمان بگیر، از فلان MRI درمان بگیر. اجازه بفرمایید این کار در کشورهای جهان جرمه. شما سوالت خودتون رو معرفی کنید. بله من صفرم، بله من خیابانی ام، همه اینها هستم، ولی همه اینها هستم، ولی جواب بدید چرا پزشک پشت دست می نویسه برو از فلان آزمایشگاه؟ چرا؟ چرا ندیدین مردم عزیزمون؟ شما ندیدین که پزشک پشت نسخه می‌نویسه برو فلان آزمایشگاه؟ اجازه بدید آقای دکتر حسینی خواهش می‌کنم. این کار در جهان جرمه. من وقتی حرف می‌زنم همتون حرف می‌زنید. اجازه بدید.